دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی را که در انحصار چند کشور معدود است برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورند. و این لحظه پرتاب پیشگام کاوشگر ایرانی به فضا. دسترسی به ارتفاع بیش از 120 کیلومتری، ارسال موجود زنده با فیزیولوژی شبیه انسان، بومیسازی فناوری طراحی، ساخت و پرتاب کپسول زیستی، بازیابی سالم محموله، تلمتری ثبت داده‌های محیطی، زیستی و تصاویر در تمامی مراحل پرتاب و تعیین بارهای اکوستیکی محفظه از اهدافی بود که با پرتاب کاوشگر پیشگام و بازیابی آن حاصل شد. و این هم هلیکوپتر حامل محموله زیستی که صحیح و سالم در یکی از مناطق اطراف محل پرتاب کاوشگر پیدا شد و همه خوشحالن از بازگشت این محموله زیستی به اینجا. میمون فضانوردمون که صحیح و سالم اینجاست بعد از یه سفر 20 دقیقه‌ای به فضا، این میمون کوچولو سالم و صحیح و سالم به زمین بازگشت. خوشحالی؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. این موفقیت رو به مقام معظم رهبری، به مردم شهید پرور در این شب عزیز، شب ولادت نبی مکرم امام جعفر صادق و در آستانه دهه فجر انقلاب تبریک و تهنیت عرض میکنم. احساس فوق‌العاده خوبی ما داریم و همه همکارانمون و بعد از مدت‌ها سعی و تلاش تونستیم با همکاری همه دست‌اندرکاران ما به موفقیت برسیم. من اینجا جا داره از تک تک کسانی که در اجرای این پروژه نقش داشتن تقدیر و تشکر کنم، چه سازمان فضایی با مدیریت سیستمی که اعمال کرد، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی این سازمان و سازمان هوافضایی وزارت دفاع که در واقع حامل رو برای ما طراحی کردن و ساختن و همه دست‌اندرکاران این پایگاه که واقعا به ما کمک کردن و این مأموریت در 100% به موفقیت رسید. خب همکارای زیادی زحمت کشیدن، همین خانم دکتری که اینجا هست خیلی زحمت کشید و من توی هلیکوپتر شاهد بودم که خیلی داد زد وقتی شنید خبر به هر حال این موفقیت رو. چه حس و حالی دارید خانم؟ خیلی خوشحال هستم، این موفقیت رو به همه تبریک میگم، همکاران خوبم در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و تمام ملت ایران. بعد بخونه چه خبری؟